حکومت مالزی در واکنشی سریع به اعتراضات مردمی در این کشور سیاست جدید خود را که به تازگی در خصوص هزینه صدور روادید و بیمه حج و عمره اعلام کرده بود لغو کرد. به تازگی و در روز جمعه 24 آذر سیاست‌های جدید سفر حج و عمره برای زائران مالزیایی از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری اعلام شده بود که پس از اعتراضات مردم بلافاصله لغو شد. وزارت فرهنگ و گردشگری مالزی روز جمعه با معرفی یک سیستم جدید به نام سیستم نظارت بر مناسک اعلام کرد که هدف از راه اندازی این سیستم جدید مدیریت بهتر زائران مسلمان عازم عربستان سعودی است. به موجب این سیستم جدید هر زائر میبایست مبلغی را به صورت اضافه برای بازدید از شهرهای مکه و مدینه در عربستان سعودی پرداخت میکرد. بنا به گفته وزارت فرهنگ و گردشگری این مبلغ اضافه که حدود 1.5% کل هزینه سفر عمره بود برای امکان استفاده از این سیستم و هزینه‌های بیمه و روادید اخذ می‌شد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در توییتی ضمن مخالفت با اجرای این سیستم برای روادید سفر عمره لغو شدن آن را تصمیمی درست خواند که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری اتخاذ شد. هر سال بیش از 200,000 مالزیایی عازم سفر عمره می‌شوند که در صورتی که این سیستم جدید لغو نمی‌شد، سالیانه مبلغی قابل توجه و اضافی از زائران برای بازدید از مکه و مدینه دریافت می‌شد.